خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که با آقای امیر حسین لادن هستیم. ایشون از سازمان اندیشکده با ما هستن. سازمان درسته دیگه، ارگانیزیشن یا تشکیلاتی که خودشون به همت دوستانشون برپا کردن و چندین بار تا حالا مهمون برنامه ما بودن، ویدیوهاشون موجود است. از چند روز پیش هم عکس ایشون رو در صفحه مردم تیوی قرار دادیم که شما روی عکس ایشون اگر کلیک کنید، شما رو میبره به ویدیوهایی که اندیشکده روی یوتیوب قرار میدن و میتونید اونجا ساعتها ویدیوهای ایشون، مصاحبهاشون با رادیو تلویزیون های دیگه، گفتگوهاشون در به اصطلاح نشست ها و گرد همایی که بوده ببینید و بشنوید، و اگر هم سوالی یا نظری دارید با ایشون تماس بگیرید. چون در برنامه های گذشته بارها ایشون به این نکته اشاره کردن که امروز براندازی تبدیل شده به هدف مشترک اکثر ایرانیان، ما میخوایم از ایشون سوال کنیم. مخصوصا ایشون یه بار دیگه تکرار کردن که به اصطلاح بدون برنامه جایگزینی مشخص و شفاف، براندازی با شکست و ناکامی روبرو خواهد شد. پس از ایشون بپرسیم که خب برنامه اندیشکده برای جایگزینی چیست؟ بازم به ایشون خوش آمد میگم، میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. آقای لادن خیلی خوش آمدید، این شما، این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. سپاسگزارم. با درود به شما جناب ساوی و به بینندگانتون و هم کانالمون، میخوام پاسخو با یک گفته رابرت کندی آغاز کنم که در انتخابات ریاست جمهوری به دانشجویان و جوانان گفتش که آینده را باید ساخت. هر نسل در ساختن آیندهش سهم دارد و گفت این چالش اساسی امروزمان می باشد، یعنی این که در ساختن آیندهمون شرکت کنیم. در دیدار پیش گفتیم که الان هدف مشترک شده برای ایرانیان این براندازی، همه به عناوین مختلف دنبال براندازی هستند، ولی آنچه بین ما شکاف ایجاد کرده و ما را از هم جدا ساخته، راه و روشمان برای براندازی و پاسخمان برای جایگزینی است. با در نظر گرفتن یک اصل انکار ناپذیر که براندازی که جایگزینی یعنی آینده ایران، وقتی ما یه برنامه جایگزینی داریم یعنی میگیم آینده ایران چگونه است. باید برای برنامه جایگزینی حداقل به اندازه براندازی اهمیت باید باشه، و متاسفانه اکثریت با کسانی که فقط در دنبال براندازی هستن، حتی میگن حالا بریم بعدا اونجا انتخاب میکنیم. و ما اندیشکده در پاسخ به پرسشتون، هدف اندیشکده برای جایگزینی اینه که ما میخوایم رهایی مردم و نجات ایران به وجود بیاد با این برنامه جایگزینی. وقتی میگیم رهایی مردم و نجات ایران، داریم دو بخش جداگانه رو صحبت میکنیم که همدیگر رو تکمیل میکنن. حالا میخوام یه نگاهی به اون بکنیم. قسمت نخستش هست رهایی مردم. اینجا رهایی مردم یعنی چی؟ یعنی رهایی از ولایت فقیه که سرپرستی میکنه، رهایی از قیم داشتن یعنی آقا بالا سری، رهایی از ناتوانی کندانی از خرافات مذهبی، و در نهایت رهایی از نابرابری و بی‌عدالتی. اینا شعار نیست. رهایی از نابرابری و بی‌عدالتی یعنی رهایی از بیکاری مزمن و گسترده، دستمزد ناچیز کارگران و زحمتکشان، و طبقه متوسطی که از هیچ امنیتی برخوردار نیست. رهایی از آموزش و پرورش نابرابر، یک بعدی و مداربسته، از عدم وجود بهداشت عمومی سراسری و یکسان. رهایی از تمرکز سرمایه و کار در تهران و شهرهای بزرگ، و عدم وجود
فرصت‌های برابر برای همه در سراسر کشور. این بخش نخستش. بخش دوم بود نجات ایران. نجات ایران در برپایی یک سیستم مردم سالار ایرانی است. من وقتی اینو پیش میکشم از من میپرسن مردم سالار ایرانی چیست و چه فرقی داره با مردم سالار. این دوتا سیستم، یعنی مردم سالار و مردم سالار ایرانی، اون باور مشترکشون اینه که امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و اعتبار انسان حکم میکند که همه چیز برای باید برای زندگی و در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش و آرامش و پیشرفت انسان باشد. حالا این یک کمی باز میکنیم و اون که زندگی انسانی به قول خلیل ملکی یعنی هم نان هم آزادی. و اما نان آزادی یعنی رفاه و آسایش، امنیت عمومی، عدالت اجتماعی و قانونمندی از طریق فرصت‌های برابر اقتصادی، سیستم مالی هدفمند و دولت مردم سالار. با پیاده کردن برنامه جایگزینی، یعنی در ایران فردا، طبقه زحمتکش آنقدر توانمند میشه که بتونه زندگی خانوادهش رو به آسونی تأمین کنه. طبقه متوسط باید با داشتن فرصت‌های برابر و کار و کوشش خودش، کارایی خودش، قادر باشه به طبقه مرفه دستیابی پیدا کنه. و اما ببینیم این سیستم مردم سالار ایرانی چیست و چگونه است. سیستم مردم سالار ایرانی سیستمیه که در با فرهنگ و اندیشه ایرانی رابطه مستقیم داره و با تجربه تاریخیمون همراه، یعنی وصل به گذشته است. سیستمیه که پاسخگوی خواسته های مردم و نیازهای جامعه است. میبینیم که سیستم های کمونیستی، سوسیالیستی، سرمایه داری، لیبرال، محافظه‌کار، حتی دستراستی، در زمینی که با کاستی ها و چالش هایی روبرو بودن، برخی صفات مثبت و خصوصیات قابل استفاده هم داشتن. ما میتونیم و باید از صفات نیک و تجربیات دو قرن گذشته این سیستم ها در چارچوب اندیشه و مناسب با فرهنگ ایرانی بهره برداری کنیم. یک ضرب المثل، یک زبانزدی هست که میگه که نیاز نیست که چرخ رو دوباره اختراع کنیم. چرخ اختراع شده. باید از بهترین برنامه ها و ویژگی های مثبت بهره برداری کنیم. ضمن دوری از ادعاهای نادرست، ناتوانی ها و عوامل بازدارنده اون سیستم ها و ایدئولوژی ها. این اگر چنین کاری بکنیم شانس پیروزیمون رو افزایش میده. بزنین یه دو تا مثال بزنین که ببینیم منظورمون چیه. نگاه کنین به نروژ. دو تا از مسائل مهم میهنشو که در پیشرفت و یاری به مردم هست حل کنید. یکیش از آموزش و پرورش، دومیش هست بهداشت و درمان. هر کسی که در نروژ به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این دوتا در اختیارش، جز حقوق شهروندیش. چرا ما چنین نداشته باشیم؟ باید ببینیم چجوری این رو انجام دادن و ما هم از روش استفاده کنیم. نگاه کنیم به فنلاند. فنلاند نشون داده که بهترین سیستم آموزشی رو در دنیا در فنلاند پیاده کرده. چه اشکالی داره ما ببینیم این به چه نحوی بوده؟ چون در فنلاند شهروندها مسئول، پویا و اداره کننده زندگی خودشون، شهرشون و میهنشون هستن. چرا نباید ازش استفاده کرد؟
هدفمون اینه وقتی میگیم باید از بهترین چیزها استفاده کرد. سیستم مردم سالار ایرانی از تمام این مزایاها برخورداره، یعنی ما داریم از همه اینا بهره برداری کردیم. رابطه حکومت و ملت رابطه تکمیلیه نه تحمیلی، یعنی زور در کار نیست، رابطه دو طرفه است، یعنی منافع حکومت و ملت توی یک مسیر مشترک به یکدیگر رو کامل میکنن. خب ببینید در چنین حکومتی با چنین شرایطی مردم نه دنبال منافع شخصی هستن و نه تماشاچی، و درست برعکس اون چیزی که امروز ما در میهنمون داریم. به همونطور که میبینید مزار همینطور که میبینید ایران فردا نیاز به یک دگرگونی اساسی داره، نیاز به یک خانه تکونی و پاکسازی ساختاری در تمام شئون کشور، یک انقلاب فرهنگی و دگرگونی دین و اندیشه ما مردم داره. هممون با این زبانزد آشنا هستیم که میگن هر ملتی بر هر ملتی دولتی حکومت میکند که لایق آن است. در آغاز هم اشاره کردیم به این که چنانچه نیاز به قیم و ارباب و چماق نداریم و حق انتخاب و زندگی انسانی برای من ارزشمند است، و چنانچه نه نیاز به امام امت داریم و نه به شاه شاهان، و آینده و سرنوشتمون در دست خودمونه، باید بدونیم که آزادی و حیثیت انسان در گروه انتخاب و اراده اوست. چنانچه در ساختن آیندمون شرکت نکنیم، با انتخاب نکردنمون حقمون رو به دیگران واگذار کردیم. آینده رو دیگران برای من تعیین میکنن و میسازن. آینده رو باید ساخت. هر نسلی در ساختن آیندهش باید سهیم باشه. یعنی به جای بت‌سازی، اینا که سینه میزنن دنبال اشخاص، آینده سازی، به جای قهرمان پروری باید گرد بهترین و کاری ترین برنامه برای جایگزینی جمع بشیم و آیندمون رو خودمون تعیین کنیم و کشورمون رو خودمون بسازیم. سپاسگزارم. من ممنونم از شما، چون با شما قرار گذاشتم که همون اول برنامه به اصطلاح به سوالات مطرح شده یا قرار مطرح بشه من نگم که قبول ندارم یا اشکال دارم. من الان اشکالاتی رو که من به نظرم میرسه یا سوالاتی که برام درست شد میگم، ضمن این که به خاطر احترام به بینندگان اجازه بدید که آقای خوشنودی از کانادا، کالیفرنیا ببخشید، میگه که آقای لادن باید یک روز با آقای مینویی در یک برنامه تشریف داشته باشن، چون آقای مینویی دقیقاً برعکس آقای لادن حرف میزنه. آقای اکبری از آلمان میگن مشکل ما نداشتن آلترناتیو است و تا این خلأ پر نشود آب از آب تکان نمیخورد. من با آقای اکبری 100% موافقم. و آقای لطیف زمانی که وکیل هستن از انگلستان میگن چطوری با چه سیستمی؟ ایشون اضافه میکنه که اینجا ایرانه و ما ایرانی هستیم، نروژی نیستیم. حالا سوال من از شما این هست. اولا شما توی صحبتاتون میگید که اکثریت خواهان براندازی هستن. تا اینجا من حرفی نمیزنم چون من آماری ندارم، قبول میکنم که اینجوریه، ولی یه جا شما کلمه همه رو آوردید. آقای لادن، فقط به تعداد پاسدارا، بسیجیا، به تعداد اونهایی که کورکورانه به علت اینی که اینها حرفی از خدا و پیر و پیغمبر میزنن، به تعداد اینایی که میرن نماز جمعه، با وجودی که من میدونم اگر رژیم عوض بشه همونی که میره نماز جمعه، اگه سینماها 9 صبح باز بشه میره سینما و به نماز جمعه نمیره. ولی باز اگر سوالا زیاده میخوام من ساکت بشم، شما این چند تا رو بگید.
اون موضوع آلترناتیو هست، اون موضوعی که فکر کنیم امشب اینا مردن، همه یک خوراکی خوردن، مثل اون رهبر چیز کی بود یه لیمونید درست کرده بود داده بود همه خورده بودن مرده بودن، همه اینا مردن، فردا چه کسی؟ بعد شما یه نکته ای رو گفتید که من مدتها قبل یک کسی آمده بود و میگفت جمهوری ایرانی، من گفتم تا حالا جمهوری دموکرات، جمهوری فدرال، جمهوری سوسیالیست اینا شنیده بودیم، ولی جمهوری ایرانی، اونم کشوری که تا امروز تنها جمهوری رو که امتحان کرده این جمهوری پلید آخونده بوده، منظور شما از مردم سالاری ایرانی یعنی چی؟ مگه ما در زمانی مردم سالار بودیم؟ حالا ممکنه شما فکر کنید من اینو دارم بر اساس برنامه امروز میگم، ولی براتون میفرستم نامه ای رو که دیروز برای آقای کوروش زعیم فرستادم و میگم آقای کوروش زعیم شما چرا میان به مردم میگید که کوروش ما از شما عذر میخواییم، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم؟ آقا مردم ایران در کدام زمانی میتونستن کاری انجام بدن؟ مردم ایران یا تو سریخور شاه‌ها و امپراتورها بودن، حالا هم که تو سریخور آخونده هستن، و اگر کسی بتونه کار کنه اول میخواد خودش رو سیر کنه، اول میخواد خانواده خودش رو تأمین کنه، بعد برسه به این که حالا حکومت رو سرنگون کنه و جایگزین کنه. جایگزین میرسیم به همون آلترناتیو. من ساکت میشم، شما لطف کنید پاسخ این دوستان رو بدید که آلترناتیو کیست یا چیست. بعد ما نروژی نیستیم، شما مثالایی که زدید از نروژ بوده، اینا رو یه مقداری برای ما بیشتر باز کنید. بفرمایید. البته همینطوری که خودتون اشاره کردین در حدود 14-15 تا مطلب و پرسش و اینا من تا شما میرسی به آخر اون اولی ها رو همه یادم میاد، اونم علت شما نیست، علتش پیری من. ولی به هر حال یکی از مطالبی که به انگوش روش گذاشتین اینه که مردم ما همیشه تو سریخور بودن، چه زمان دیکتاتوری شاه‌ها و چه زمان آخونده. خب مردم تو سریخور، اولین چیزی که ما رو تو سریخور میکنه ناآگاهی و کمدانی مونه، و هرچی که بیشتر بدونیم به حق خود خوب خودمون آگاه بشیم اون تو سریخوری میاد پایین. ولی در مورد مردم سالار ایرانی، اول به این نگاه کنیم که شما تصورتون اینه که گفتیم که ما مگه مردم سالاری داشتیم که حالا مردم سالار ایرانی داشته باشیم. شما نگاه کنین به انقلاب کبیر روسیه، تا زمانی که انقلاب شد خب اونام کمونیستی نداشتن، یک مرامی رو به وجود آوردن یه ده و اینا اومدن دور اون مرام یک حرکتی کردن. ما هم داریم راجع به مرام صحبت میکنیم، داریم میگیم یک مرامی هست به اسم مردم سالار ایرانی، و من فکر کردم که اونو یه چارچوبایش رو براتون گفتم، ولی میتونم دقیقا در مورد شفته بگم. من خیلی خلاصه نگاه کنین، گفتم که یک سری ایدئولوژی ها، یک سری باورها بوده، مثل کمونیست، سوسیالیست، سرمایه‌داری، لیبرال، هر کدوم اینا یک مزایایی، پانهای مثبت و صفاتی داشتن که میشه از اونها بهره برداری کرد، و اون چیزهایی که نادرست بوده و به نتیجه نرسه میشه اونها حذف کرد. بعد در چارچوب اون چیزهایی که در میهن ما مخصوص ما وجود داره، یعنی در فرهنگ ماست، میشه یک سیستمی پیاده کرد که هم خواسته های مردم و هم نیازهای جامعه رو، ولی با این چیزهایی که امکان خودشو پس داره. وقتی میگیم در نروژ اومدن آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رو پیاده کردن، این دلیل نیست که در یه جلگه نمیشه پیاده کرد. بعد دید که به چه نحوی، در چه چارچوبی، با چه چیزهایی که در دست داشتن، عربه هایی که در دست داشتن این کاری کردن، و میشه اینو تکرار کرد. و همینجور که شما یک ماشینی رو میتونین در یه جا بسازیم و بریم یه جا دیگه اونو دوباره سازی کنیم، یعنی میشه دید و از روی مسائل یک چیزی رو قدیتر و بهتر و بدون اون کمبودها به وجود آورد. و اما
وقتی اشاره میشه به آلترناتیو، خب مسلماً ما فقط وقتی درباره آلترناتیو صحبت کنیم معمولاً یک هدف دیگری هم داریم و اون اینه که دنبال یک شخصیت میگردیم، میگیم که خب چی میخواد بیاد جاشون بشین. همینجوری هم که قبلاً هم نمیدونستیم چی میخواد بیاد جاشون بشینه. من منظورم این نیست که خمینی در آخر گل کرد و شد به اصطلاح سمبل مخالفت، ولی اگر نگاه کنین مثلا این کسانی که بعداً اومدن سو کسی نمیشناسن، بعد همه یکی یکی اومدن جانشین شدن. یعنی اگر ما آلترناتیو در یک شخص شناخته شده بدونیم یعنی چی؟ یعنی همون خودسازی، یعنی هم بخواهم بریم یه مذر بخواهم مثل این مونه که آدم استفراغ کرده آدم میخواد بره بخوره سلطنت رو دوباره سازی کنه. نه، ایران و ایرانی توانایی و شعور اینه داره که یک سیستمی به وجود بیاره که به جای جمع شدن دور یک شخص، دور یک برنامه و دور یک سیستم جمع بشیم و بعد با هم، حالا اونایی که توانایی دارن و اونایی که میتونن با این سیستم همراه باشن دارن اینو پروموت کنن، زیاده کنن. یه پروسه است. بسیار ممنونم. آقای سلیمانی میگن آقای لادن، ماشین ساختن با دموکراسی و طرز تفکر جوامع فرق میکنه، که همینجا خب ما میبینیم خیلی ماشینا رو یک کشوری میسازه، یک کشور دیگه وقتی میخواد کپی کنه هیچ وقت مثل اون اصلی نمیشه، یا رپلیکاها مثل اون اصلی نمیشه. ناگفته نماند که بعضی وقتا یک کسایی هم میسازن از اون اصلی بهتر، چون اصلی رو آوردن، اشکالاشو دیدن، مشکلاتشو دیدن، الان اینا دیگه مجبور نیستن درست همون مشکلات رو کپی کنن، میان درستش میکنن. ولی باز برمیگردیم به این که این دموکراسی یا مردم سالاری ایرانی حالا چه عیبی داره که وقتی شما مثلا نروژ رو تعریف میکنید و میگید خوبه، خب بگیم یه مردم سالاری مثل نروژ، یه حکومت مثل نروژ. و باز میگم من اون مردم سالاری ایرانی، اونم برای کسی، البته شما گفتید خب انقلاب روسیه هم نداشتن فقط از روی این کتابا و منیفستا، ولی خب دیدید 70 سال بیشتر دوام نیورد. بعد بازدهش هم الان چی بود؟ روسیه ای که کمونیست بودن، اتفاق من امروز ساعت 4 بعد از ظهر با خانم مینا اهدی بنیانگذار کمیته بین‌المللی و به اصطلاح یکی از سخنگویان حزب کمونیست کارگری صحبت میکنم و همین سوال از ایشون میخوام بپرسم. آخه وقتی ما یه چیزی رو تبلیغ میکنیم یا نمونه نشون میدیم، میگیم من میخوام یه سری آپارتمان درست کنم مثل مثلا این کجا بود که نیکسون گندش، واترگیت، دیگه مردم میدونن، یا یه ماکتی میسازم نشون میدم، ما اونو نداریم ولی حرفای درست و منطقی و خوب زیاد داریم. من فکر میکنم مشکل ما اینجاست. مثلا آقای کوروش زعیم تو ایران افتخارش اینه که 13 سال پیش جنبش پاسارگاد رو راه انداخته. خب رفتید آقا 13 سال چیکار کردید؟ امسال رسیدید به یه جایی که میگید هیچ که نتونست بره، یک جوانی ریسک کرد روی زندگیش، رفت یه گلی گذاشت روی قبر کوروش و آمد. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید دست بزنیم برای آقای کوروش زعیم؟ جبهه ملی ایران، اسمش رو شما نگاه کنید چقدر قشنگه، چقدر بزرگه، جبهه ملی ایران، یعنی از همه گروه ها میتونن اونجا باشن. ازشون سوال میکنیم برنامه تون برای فردا چیه؟ همه ساکت. در صورت ممنونم از شما. باز آقای اکبری میگه جناب لادن، ما کارمان بت‌سازیست، یک پادشاه را خدایگان میکنیم، یک روزخان را به مقام امامت میرسانیم، تاریخ بت‌ساز بودن ما را ثابت کرده. نظرتون در این مورد چیه؟ من کاملا موافقم که ما عدم آگاهی ما، من بهش میگم کمدانی، چون نمیخوام به کسی توهین بشه بگم نادان، ولی کمدانی ما
و اون تصور توهم همه چیزدانی ما که ما چقدر از رنگیم و همه چی رو میدونیم، اون باعث شده که اون ضعف شخصیت، اون عمق نداشتن اطلاعات و آگاهی، بیگانه بودن با تاریخ، باعث شده که ماها بت‌ساز و بت‌پرست میشیم و بسیار دهندین، زود باور، این بری میشیم، اون بری میشیم، برای اینکه همون حزب باد، حزب باد مختص کسانی که خودشون هیچ ایده و باوری ندارن و خیلی مثل کاملا مثل درختی که ریشه نداره به آسونی این بر میشه. من معتقدم که ما بت‌ساز و بت‌پرستیم، برای همینه که الان یک عده‌ای درباره رضا شاه روحت‌شاد یا درباره رضا پهلوی دارن سینه میزنن و واقعا گمراه و نادانن. با برای اینکه چندین بار در این مورد گفتگو کردیم، دارن برای کسی سینه میزنن که نوکر عامل انگلیس بود، گذاشته بودنش سر کار و یک حربه هایی بهش داده بودن، یک پرتاکانایی براش میکردن که نشون بدن یک سرباز میهن پرسته که بیاد خواسته های انگلیس در ایران پیاده بود، که دو تا خواسته اصلی داشتن: تحت الحمایه کردن ایران، یعنی کنترل قدرت و ثروت، و تغییر و تمدید قرارداد نفت که اونم انجام دادن به نام لایحه 1933. و اینا رو با هم گفتگو کردیم. من کاملا همراه هستم با این صحبت که ما بت‌ساز و بت‌پرستیم، ولی خب دلیل نشد برای عبد بت‌ساز و بت‌پرست باشید، باید آگاه بشید. بسیار ممنونم از شما آقای لطیف زمانی. اگر فارگلیش یا فینگلیش رو ننویسی یا انگلیسی بنویسی یا فارسی، من سریع میخونم و از آقای لادن میپرسم، ولی الان هرچی فکر میکنم این جمله‌ای که شما نوشتین من نمیفهمم. آی کی ملت باید بایدار، اینجوری اصلا نمیفهمم، مثل یه زبان دیگه‌ای اختراع شده. اون چه از صحبتای شما به من منتقل شده این مشکل بزرگ کمدانی و اینکه فکر میکنیم همه چیز رو میدونیم و در همه کاری صلاحیت داریم که دخالت کنیم. درست میگم؟ نه. شما نگاه کنید، ادعای شما خودت یه بار به من گفتی که چرا رفتی دکتر، برو مهمونی ایرانی، بهت نسخه میدن، همونجا دارو هم بهت میدن. خب این واقعا یه چیز اسفناکیه. ما واقعا توهم اینو داریم که همه چی رو میدونیم. آخه چطور میشه که ما اینقدر همه چیزدان و زرنگیم ولی تمام عمرمون به ما حکومت کردن، به ما سروری کردن، ما در مقابل سلطنت که اونا ارباب بودن ما رعیت بودیم، بنده بودیم و هیچ حقوقی نداشتیم و اینا همش داستان و شعاره. و امروز هم که امتیم، یعنی باور حکومت جمهوری اسلامی اینه که مردم شعور و توانایی تشخیص بد از خوب رو ندارن و نیاز به جامعه روحانیت داره. خب این من نمیدونم اینا رو اگر ما نپذیریم، یعنی من همیشه اشکال دارم با کسانی که میگن چرا همش درباره تاریخ صحبت میکنی، و این ندونی تاریخ چیه، حالا بگذاریم از اون شعارهایی که میگن اشتباهات رو تکرار میکنی، من میگم اگه ندونی واقعا نادانی، برای اینکه همه چیز در اونجا شروع شده. شما نگاه کنین که امروزشم به یکی از نوشته های 10 سال پیش نگاه میکردم که درباره جامعه روحانیت نوشته بودم، که شما نگاه میکنی به این آقای محمد باقر مجلسی توی ایران زمان صفویه که رتبه دوم مملکت رو بعد از شاه، یک آدم کلاش بی سواد نادان میاد خودش به پادشاه نزدیک میکنه و پادشاه برای اینکه مشروعیت خدایی داشته باشه به این نزدیک میکنه و دوتاییش یک ملتی رو به صورت گوسفند میپرورونن و همه چی رو میچاپن. و الان این جزه بهش میگن نم علامه، به یک پایگاه و دستگاهی برای خودش در مقامی داره در پیش آخونده. اینا دلیل نادانی و ناتوانی و بت‌سازی و بت‌پرستی ماست. و چیزی که برای من جالب بود، یک
آقای یحیی دولت‌آبادی توی 5 جلد کتاب نوشته راجع به تاریخ و زندگی اون زمان، زمان قاجار، و یکی از چیزهایی که نوشته برای من خیلی جالبه، میگه که در اصفهان، میگه من با پدرم از نجف رفتیم اصفهان و چه تجلیلی از پدر من کردن، برای اینکه ملایی بودم اینا، و من دیدم که ملت اصفهان، من بعد از این مدتی اونجا زندگی کردم، میگه ملت اصفهان بسیار ملا پرست، ملا دوست. بعد خودش 10 بار تو جاهای دیگه تکرار میکنه که این ملاها چقدر نادان و بیشعور. من نمیدونم چجوری باید اینو تشخیص بدیم که ما همه چیزدانیمون دلیل کمدانیمونه. انقدر که فکر میکنیم زرنگ نیستی، اگر نه یک نوکر بیگانه به ما حکومت نمیکرد، یک آخوند بی سواد، عقب افتاده ترین قشر جامعه که ما بهش میگیم عالم به ما حکومت نمیکرد. نقش خودمون رو قبول نداریم، نمیپذیریم. من از شما ممنونم. یه بار دیگه این صفحه مردم تیوی رو به دوستان نشون دادم که از چند روز پیش عکس شما رو اونجا گذاشتیم. با کلیک کردن روی عکس شما، ویدیوهای شما که اندیشکده دوستان اونجا لطف میکنن میذارن روی یوتیوب، همش اونجا به ترتیب هست، میتونن به ترتیب روز، به ترتیب دیدار اینها ببینن. و اگر سوالی هم دارن، من هم فیسبوک شما رو نشون دادم که الانم نشون میدم. فیسبوک شما خیلی ساده، امیر اچ لادن، و وبسایتتون هم که زیر تصویر شما نوشته شده بود، امیدوارم درست نوشته باشم، بله، اندیشکده بدون اچ دات نت، اندیشکده دات نت، میتونن با شما در تماس باشن. خیلی ممنون آقای لادن که با ما بودید، امیدوارم جمعه آینده هم باز شما رو داشته باشیم. حالا اگر یه بحثی، صحبتی، چیزی هم پیش آمد که شما ضرورت به اصطلاح دیدید که صحبت کنید، دریغ نکنید تماس بگیرید، حتما با هم چند دقیقه ای صحبت میکنم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. آخر هفته خوبی داشته باشید.